خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرا. دو روزه که اوضاع حسابی تو قبرس شمالی به هم ریخته. برق نصف جزیره قطع، آب اون نصفه دیگه هم قطع شده، هوام شده 40 درجه. هر روز هم یه منطقه توی جزیره آتیش میگیره. خلاصه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا پدر ما رو در بیارن. امروز 3 ساعت برق تو ارجان قطع شده بود. نرخ لیر هم که هر روز داره افت بیشتری میکنه. اون وقت حضرات سیاسی با حقوقای بالا و زیر باد کولری که هیچ وقت برقش قطع نمیشه نطق میکنن که ما در آینده چنان خواهیم کرد و چنان خواهیم شد. و البته عزیزانی که عرق ریزان همچنان به فکر کتمان این کمبوتا و اجرای یک شوی بی‌نقص در توضیحات هرچه بهتر قبرس شمالی. وسط همه این گرفتاری ها امروز یه حزب نچندان معروف سیاسی تو ترکیه گفته قبرس شمالی دیگه حسابی سکولار شده. یکی از روزنامه‌نگاران قبرسی هم در جواب ایشون گفته چطور زمانی که میاین اینجا و میرین سراغ انواع نوشیدنی ها یاد سکولاریسم نمیافتید. به هر حال همه جا خوب و بد داره. فضای اینجا هم بیشتر تحت تأثیر مسائل سیاسی هست. برق تونتون قطع میشه چون چند روز پیش اصلاحیه قانون شرکت آکسا که مربوط به ترکیه بود تو مجلس قبرس شمالی تصویب شد و حالا مخالفا گفتن میخوان این طرح رو ببرن دادگاه عالی کشور. مطمئن باشید اگه بره دادگاه اوضاع بدتر میشه و اگه همه با هم دیگه کنار بیان یک شبه مشکل برق تو کل جزیره حل میشه. برای انفجار دیروز توی تراس پارک هم بگم که هنوز پلیس علت انفجار رو اعلام نکرده. وزارت کار و تأمین اجتماعی قبرس شمالی ممنوعیت کار در خارج از محیط کار و فضای باز بین ساعت 12 تا 4 عصر رو تا آخر ماه جولای تمدید کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 ریشتر ساعت 8:44 صبح امروز آدانا توی ترکیه رو لرزوند. این زمین لرزه توی منطقه عثمانیه هم احساس شده و گویا تا کنون مجروح شدن 8 نفر بر اثر این زمین لرزه هم اعلام شده. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 28 تا 35 درجه سانتیگراد، نیکوزیا 27 تا 38، گیرنه 28 تا 39، لفکه 29 تا 36، پافوس 25 تا 32، لیماسول 29 تا 35، لارناکا 29 تا 34 و کارپاز 27 تا 29 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که آقای دکتر رئیسی گفته کاری کنید که جامعه حس کنه خانواده با بچه بیشتر زندگی بهتری داره. نمیفهمه ایشون. شما ببخشید. دلتون شاد، لبتون خندون.